به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای ساعت 9 از 1 خوش آمدین. دو حمله انتحاری بامداد امروز در شهر کابل 7 کشته و 19 زخمی بر جا گذاشته است. حمله انتحاری که یک موتر نیروهای ارتش را در ساحه کارته 4 شهر کابل هدف قرار داد، در آن 7 کشته و 15 تن دیگر به شمول غیر نظامیان زخمی شدند. اما در حمله دیگری که در ولسوالی دی سبز کابل رخ داد، 4 تن زخم برداشتند. هدف این حمله هم نیروهای ارتش ملی گفته شده است. این حمله ها در حال صورت می گیرند که روز گذشته حکومت جدید افغانستان موافقتنامه امنیتی با واشنگتن و نیز قرارداد همکاری با پیمان ناتو را امضا کرد. 6 دقیقه بود صدای انفجار را که شنیدیم، در 30 متریش بودیم و عجل پایان شدم با سو موتر رفتم. موتر داخلش در بس جوان ها بود که یکشان جان می کندن. در روزه را با لغت کوبیدیم، در روزه باز شد. همه یک نفر که کم سر صدا داشت اول امور پایان کردیم. در وقتی که در سرک پایانش کردیم، در بغل ما بود به اصطلاح کلمه شهادت خوان که اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده و رسول الله. ای آدم درجه شهادت برد و دیدم که ای خلاص است. دست مثلا چشمایش تیر کردم، چشمایش پت شد، عجل بالا شدیم در موتر. دیگه هم کارشان در حدود 18-20 نفر مکمل بودند، دیگه هم کارشان جور بودند، ولی یک تکان دیده بودند. بعد کل همکارا دست به دست شدند، در حدود 8 نفر کشته و زخمی بود که 3 نفرشان شهید بود که ما به دست خود بار کردیم. 5 نفر زخمی بود و در رنجر اول به شفاخانه انتقال یافت. در رنجر دوم 3 نفر شهید را بالا کردیم. داخلی اتاق بودیم، از یک گرام بس انفجار شد، بر اومدیم بیرون، بسیار خاکباز و چی بود، در این موتر هم زده بود، زخمی ها را زخمی ها داخلی موتر بود. ساعت 6:15 صبح یک حمله کننده انتحاری بس اردوین می دیده در سایه کارته 4 آماج قرار می ده که در نتیجه 7 نفر از همتان ما شهید می شن و 15 نفر زخمی می شن. در حادثه بعدی ساعت 6:40 صبح امروز یک انتحار کننده دومی عملی اردوین می دیده در سایه دی سبز آماج قرار می دهند که در نتیجه 4 نفر از منصوبین اردوین ملی زخمی می شن. هم در جمله شهدا و در جمله مجروحین افراد ملکی شامل است. افغانستان روز گذشته موافقتنامه های امنیتی را با واشنگتن و ناتو امضا کرد. رئیس جمهور احمدزی امضای موافقتنامه ها را برای امنیت و ثبات کشور و نیز برای کمک و همکاری های دراز مدت ناتو و واشنگتن با نیروهای بومی مؤثر می داند. این توافقنامه ها را محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، با سفیر امریکا در کابل و نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان امضا کرد. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور کشور در فرمان حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه را به عنوان مشاور اقتصاد ملی افغانستان تعیین کرد. اداره امور گفته است که رئیس جمهور در فرمان جداگانه سرپرستی وزارت مالیه را همچنان بر دوش آقای زاخلوال گذاشته است. هدف از این کار جلوگیری از سکتگی در روند کاری وزارت مالیه گفته شده است. اردو معاون ریاست جمهوری دیروز کارشان را آغاز کردند. رئیس جمهور احمدزی و معاونانش ابراز امیدواری میکنند که حکومت وحدت ملی موفق به عملی سازی خواستهای مردم شود. از سوی هم سازمان ملل متحد تاکید کرده است که حکومت تازه افغانستان باید هرچه زودتر تشکیل شود. و خبر اخیر این که جنگنده های بریتانیایی برای نخستین بار موضع گروه دولت اسلامی را در خاک عراق هدف قرار دادند. مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا گفته است که این عملیات برای پشتیبانی از نیروهای کرد انجام شده است و این عملیات را موفقیت آمیز گفته است. از همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاس. خدا نگهدار.